امروز کف الف ادار روز رحلت یکی از بزرگترین و معظمترین حسیدیم یعنی تلمیدیم ربی بعل شم طب علیه السلام یعنی تلمید تلمیدش به اسم ربی ربینو الی ملخ که این معروف به اسم ربینو الی ملخ میلی دنچ میلی جنسک شهری بوده در اروپا. ایشون واقعا بر روح خودش خیلی در درجه خیلی بالا داشته برای بودن و ایشون فرمودن که اگر انسان در یه روز در هفته در شبات هر روز باشه از اول صبح که از خواب بلند میشه تا شب هیچ کلمه که مربوط به تراب تبران باشه از دهانش خارج نشه و تهیلیم را سه بار بخونه از اول تا آخر، این بهتر این که بیشتر از 65,000 روز تانید گرفته. این ربینو آریزال مثل این که با این موافق نبوده. چرا؟ چون ربینو آریزال برای هر آبونی میگه بعد اینقدر تانید بگی، این تانید بگی، اون تانید بگی، اینقدر تانید. پس اگر این نشستن در نشستن حرف ندادن هیچ گونه کرمه یه که به طور و طبیلا مربوط نباشه و خوندن تهیلیم سه بار در از صبح تا شب این بندازه بیشتر از 65,000 تانید تانیده، برای چه انتا برای خودش این همه رنج و کشو عذاب بده و خسته بکنه و ضعیف بکنه تا این کپرات ابرا شاره چی؟ این همه بشینه یه روز و از صبح تا از هیچ حرفی نزنه، فقط تراو تبیلا و تیلا متعمل کنه شمو شد از شد 65 بیشتر 65 دار روز تانید. خب در هر صورت این البته که این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره و خیلی باعث کفارت عبرات میشه و به خصوص در این ایام که قوم اسرائیل چقدر نیازمند هستن به رحمت هاشم برخ، این کسی که بتونه این کارا بکنه که از صبح تا شب غیر از تبیلا و تورا هیچ حرفی نزنه و تهیلیم را اگر بتونه سه بار تمام کنه خیلی خوب، اگر نه لازم نیست که خودش رو فشار بیاره و کلمات رو تون 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 از دهانش خارج بکنه و گاهی اوقات هست که بعضی بین کلمه بعضی که مکس کرد، مثلا یتوم اتایت عذر، یتوم اتایت عذر، نگه حتونم یتوم را بچسبونیم به اتا حتی سلام، این میشه کفیرا، میشه حتی الان توهین به هاشم درخ کفیرا. و خیلی هست در یدخواه میم الوکیم امیم با الوکیم بعد فاطر گذاشت. خب در هر صورت ایتمور شعیم منارت قبل از ایتمو اسم هاشمه، اسم هاشم نوشته بعدی بین اسم هاشم و ایتمو فاطر گذاشت که حتی الان ایتمو نایش انشاد به اسم هاشم حتی سلام. در تهیلیم خیلی زیاد هست، خیلی نه یکی دوتا، ده ها هست، ده ها جایی هست که اسم هاشم گفته شده نزدیک یک ننی پیش پهلوی یک کلمه که این یا این نفرینه یا اسم امیمه الیلیمه و الاخر. این بعد در این جاها بعد بین اسم هاشم و اون کلمه بعدی یک کمی مقتر، یک نیم ثانیه بعد مقتر، ربع ثانیه. و خب در صورت اگر این انسان این کار بکنه و تانید دیبور باشه و تیلم را بهتر بتونه سه بار بکنه خیلی خوب، اگر نه یه بار کافیه به خود بشرط اینکه کلمه بخونه با نیت، با خلوص نیت. و در این صورت چقدر ابرات کپاره میشن و اگر هم بگیم 65,000 نیست ولی البته هست به اندازه 10 تانید 20 تانید هست و چقدر این باعث میشه که این مرگومی رو این مرض از قوم اسرائیل دور بشه. اگر انسان بتونه در عرض هفته یه بار
یه بار این رو یه روز این کارو بکنه چقدر چه بهتر، اگر نه در هر ماه یه بار دو بار، این خیلی خیلی مهمه. و در و موضوع دیگه هم این که ما میدونیم که در پرشت به حکمتای چی گفته شده، این تلخو این به خدای تلخو حکمین فرمودن، یعنی این به خدای تلخو. اینجا منظور پاتوک چیه؟ اگر در قوانین من سلوک بکنید، یعنی این را انجام بدید، اینطور میشه، مثلا برخ بلاها را از دور میکنه، بلاها و جنگ و بلاها و امراض و هرچی بعد دور میکنه و هرچی برخ شفا میده، سلامتی میده، آسایش میده، آرامش میده، برکت میده، نعمت میاد، فراوانی میاد. این حقیقی فرمودن، این به خدای تلخو منظور چیه؟ این تیو عملیم بطورم، تیو عملیم بطورم، یعنی چی؟ یعنی انسان تو را بخونه، نه این تو سرسری، این تو هرچی شد شد، نفهمید، نه، بعد بخونه با زحمت کشیدن و کوشش برای فهمیدن، این میشه عمل تو را، عمل تو را، یعنی رنج کشیدن، زحمت کشیدن برای فهمیدن تو را. این اگر انسان تو را بخونه با جدیت، با کوشش، با سعی و با زحمت کشیدن، فشار آوردن به مغزش، این معنی چیه و مدور چیه؟ این چقدر باعث کپارات عبانات میشه، چقدر بلاها را از خودش دور میکنه و چقدر برکت و سلامتی و شفا نازل میکنه. بعد این دو موضوع را خوب بعد در نظر داشته باشیم، یکی تعنیت دیبور با خوندن تهیلیم، یکی هم عمل بطورا. متاسفانه امروز که خیلی از ترمیده تورا و کلیلی و ایشیبات تعطیل هستن، چقدر بستی هر کسی این کار بکنه و تورا بیشتر بخونه و برای فهمیدن تورا بیشتر خودش فشار بیاره، خودش زحمت بده، خودش رنج بده. این البته بعد این به این به خیلی توجه کرد و سعی کرد تا اونجا که امکان داره، چون متاسفانه تورا کم شده در دنیا، این همه تلمید تورا، یشیوه ها، کلیل ها تعطیل هستن، چی میکنن وقتی خونه هستن؟ بیشتر از این که در تلمید تورا، یشیوه هستن، تورا میخونن؟ البته که نه، وقتی این بچه تو خونه باشن، خب آزاد هستن، هر کار میخوان میکنن، میخونن نمیخونن، هرچی چه شد شد. این حتی الان وقتی یک میزان تورا بیاد پایین چی میشه؟ حتی الان برای دشمن اسرائیل معلوم چی میشه. و اینم باید بدونیم یک قانونی هست در خلقت، هیچ بدی بدون خوبی نیست، هیچ بلایی، هیچ وضع ناگواری بدون خوبی نیست، هیچ. از وقتی که دنیا خلق شده تا حالا همیشه بدی مطلق 100% نیست، هر بدی، هر بلایی یه خوبی داره. حالا این خوبی که در این ها چیه؟ تمام کباره ها و سینما ها و اون چیزهای مرکز فساد و کسافتکاری، اون هم تعطیل هستن. خیلی عوانات کم شده. زبرو.